همانطور که در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم، در ارتباط با تحولات ونزوئلا، مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است نیکولاس مادورو حتی هواپیمایش را آماده کرده بود تا از کشور خارج شده و به هاوانا در کوبا برود، ولی روسیه به او پیام داد که این کار را نکند. آقای پومپئو میگوید کوبایی‌ها و روس‌ها هنوز مادورو را نگاه داشتند و باید این ارتباط قطع شود. جزئیات بیشتر را در گزارش گیتا آریان می‌بینیم. تحولات روز سه‌شنبه در پایتخت ونزوئلا گمانه‌زنی‌های مختلفی را دامن زد. صحبت از کودتا پیش آمد، اما هر دو طرف آن را رد کردند. آمریکا نیز مدتی است در انتظار کناره‌گیری نیکولاس مادورو است. استنباط ما این بود که او آماده رفتن بود. همون تصمیمی رو گرفته بود که ما مدتی بود تشویقش می‌کردیم انجام بده، اما ناگهان به توصیه روسیه از آن منصرف شد. روز سه‌شنبه گروهی از اپوزیسیون، ارتشی‌ها و مردم با ترغیب خوان گوایدو رئیس جمهوری موقت ونزوئلا به خیابان‌ها آمدند. سه‌شنبه شب گوایدو مجدداً پیامی صادر کرد. امروز مادورو دیگر کنترل نیروهای مسلح را در اختیار ندارد. امروز یک روز تاریخی برای کشور در آغاز مرحله نهایی عملیات آزادی برای پایان دادن به غصب قدرت است. این سرباز یکی از ارتشیانی است که در حمایت از گوایدو به خیابان آمده. او میگوید دستوری نبوده، بلکه انتخاب شخصی برای بهبود آینده مردم است. ما از مردم ونزوئلا در این دوران تعیین کننده برای بازسازی اقتصادشان حمایت میکنیم تا کودکانشان خوراک داشته باشند و بیمارانشان دارویی را که هم اکنون در مرز انبار شده داشته باشند. وزیر خارجه آمریکا هشداری نیز به روسیه و کوبا داد که دست از حمایت از مادورو بردارند، زیرا آمریکا تمامی گزینه‌ها را کماکان مد نظر دارد. گوایدو در پیام شبانه خود گفته بود که چهارشنبه تجمع‌ها در سراسر کشور ادامه خواهد داشت. او تأکید کرد قصد کودتا ندارد، بلکه حرکت او قیام مسالمت‌آمیز است. در حالی که طرفداران مادورو نیز سه‌شنبه به خیابان‌ها آمدند، مادورو خود تهدید کرد که حامیان اپوزیسیون را متنبه خواهد کرد. گیتا آریان، صدای آمریکا.